اوایل تیر ماه سال 1396 دختری در مشهد به دنبال اینکه دانشگاه خودش رو تموم میکنه این وسط با یه پسری آشنا میشه و همین آشنایی هم موجب میشه تا این دو نفر با همدیگه یک رابطه عاطفی رو شروع بکنن اونطور که مشخصه لیلا و مرتزا همدیگر رو تا حدودی دوست داشتن و از همدیگه هم خوششون می اومده منتهای مراتب توی این مدت نتونسته بودن تا این قضیه رو به همدیگه بگن با این وجود یکی از دوستای مشترک این دو نفر این وسط پادرمیونی میکنه و رابطه این دو نفر رو به هم جوش میزنه مرتزا به واسطه که دوست مشترکی که با لیلا داشته یعنی نرگس موفق میشه تا به لیلا همه چیز رو بگه و این دو نفر با همدیگه قول و قرار یک آشنایی اولیه رو میدن بعد هم با همدیگه به یک کافه میرن و با همدیگه ملاقات داشتن بعد از این ملاقات هم بعد از اینکه با همدیگه حرفهای خودشون رو میزنن موفق میشن تا به تفاهم برسن و لیلا قبول میکنه که برای مدتی با مرتزا در رابطه باشه اونطور که مشخصه مرتزا نمیدونسته که لیلا چه ویژگی ها و اخلاقه شخصی داره و همین موضوع هم رفته رفته باعث میشه تا اون چیزهای عجیب و غریبی متوجه بشه اونطور که مشخصه این پسر لیلا رو برای یه عمر زندگی میخواسته و قرار بوده که این دو نفر با همدیگه ازدواج بکنن منتهای مراتب اتفاقاتی میفته که باعث میشه تا همه چیز خراب بشه رابطه عاطفی مرتزا و لیلا حدودا یک سال طول میکشه و در طول این یک سال هم این دو نفر به هم تا حدودی علاقمند شده بودن منتهای مراتب این وسط ارتب بات عاطفی که بین مرتزا و لیلا بوده از طرف مرتزا قوی تر بوده و گویا لیلا علاقه چندان خاصی به مرتزا نداشته چرا که اهمیت زیادی بهش نمیداده و همین موضوع هم مرتزا رو یه جورایی اذیت کرده بوده و بارها و بارها با این دختر سر این قضیه بحث شده بوده منتهای مرتب لیلا به مرتزا میگه که من شخصیتم همین جوریه و نمیتونم علاقه خودم رو بروز بدم این دختر به مرتزا بارها و بارها گفته بوده که دوستش داره و به هیچ عنوان هم سرد نیست و فقط نمیتونه که علاقه خودش رو به این پسر نشون بده بعد از گذشت این مدت اما مرتزا اصرار میکنه که باید با همدیگه نامزد بکنیم و لیلا هم از اونجایی که میبینه مرتزا خیلی اصرار میکنه قبول میکنه و موضوع رو از اونجایی که به خانواده خودش هم اطلاع داده بوده با رضایت خانواده ها قول و قرار نامزدی برای این دو نفر گذاشته میشه موضوع اما به همین جا ختم نمیشه گویا خانواده خود مرتزا علی اینکه این پسر این دختر رو خیلی دوست داشته رضایت چندانی به این وصلت نداشتند برادر بزرگتر مرتزا بارها و بارها به مرتزا گفته بوده که گویا این دختر رو توی موقعیت های مختلف در حالی که شرایط مساعدی نداشته و اونطور که مشخص بوده با پسرها هم توی همون موقعیت ها خیلی راحت بوده دیده و از این بابت به برادرش گفته بوده که این دختر برای تو به درد نمیخوره و یه جورایی اذیت خواهی شد اما مرتزا به هیچ عنوان به حرف خانواده خودش و برادرش گوش نمیده و با وجود همه مشکلات که این وسط وجود داشته سعی میکنه تا این وصلت سر بگیره همین اتفاق هم میفته مرتزا و لیلا بنا به درخواست خودشون و با حضور خانواده ها بالاخره با همدیگه توی یکی از محضرها نامزد میکنن و یه جورایی محرم همدیگه میشن اما متاسفانه قضیه فقط به همینجا ختم نمیشه و هر چقدر جلوتر که میریم اتفاقات وحشتناکی میافته. این پسر در آینده ای نه چندان دور چوب گوش ندادن حرف های رو قرار به خوره و به شدت از کاری که کرده پشیمون خواهد شد این دو نفر از تیر ماه سال 97 با همدیگه رسما نامزد میشن و حدودا یک سالی هم فرجه میدن تا بتونن با همدیگه ازدواج بکنن اما توی این یک سال لیلا رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میده طبق گفته های خانواده های هر دو نفر همچنین خود مرتزا لیلا توی این مدت یک سال به مرور با مرتزا سرد میشه و مدام رفتارهای صفر داشته یه روز باهاش خیلی صمیمی بوده یه روز اصلا محلش نمیذاشته و همین رفتارها هم باعث میشه تا چند بار این دو نفر توی این مدت دعوا بکنن مرتزا فکر میکنه تا شاید لیلا مریضی چیزی داشته باشه و از لحاظ روانی و اخلاقی مشکل داشته باشه برای همین هم به خانواده اون و خود این دختر پیشنهاد میده تا با همدیگه چند جلسه مشاوره برن اتفاقا با وجود اینکه خانواده این دختر با مرتزا سر این مسئله درگیر میشن اما خود لیلا قبول میکنه و اونها به یه مرکز مشاوره میرن رفت آمد های این دو نفر به اون مرکز حدودا چند جلسه ای طول میکشه اتفاقا تاثیر مثبتی هم میذاره و لیلا به مرور زمان رفتارهاش کمی بهتر میشه این ماجرا به همین شکل باقی میمونه تا اینکه بالاخره زمان ازدواج این دو نفر فرا میرسه منتهای مراتب این وسط دیگه مرتضا مثل اینکه متوجه ماجرا شده بوده و اتفاقات عجیبی رو شب عروسیش رقم میزنه مرداد ماه سال 1300 98 اهالی یکی از محله های مشهد طی گزارشی که به مامورا میدن اعلام میکنن که عروسی توی محلشون برگزار شده و به دنبال همین عروسی هم اتفاقات خیلی وحشتناکی اونجا رخ داده و خانواده ها با همدیگه شدیدا درگیر شدن و در حال ضرب و شتم همدیگه هستن کریم فردی که از همون محله و با پلیس تماس گرفت و این موضوع رو گزارش داده به مامورا میگه که گوی عروسی برای یکی از هم محلی هاشونه و مت متاسفانه سر و صدای خیلی زیادی دارند و مانع استراحت اهالی شدن پلیس هم بعد از دریافت گزارش این موضوع سریعا تیمهای خودش رو به محل مورد نظر اعزام میکنه تا بررسی بکنه ببینه که دقیقا موضوع چی و چه اتفاقی افتاده مامورا به محض اینکه وارد محل میشن متوجه صحنه های خیلی بدی میشن اونطور که مشخصه توی عروسی همه به جون هم افتاده بودن و گویا خانواده ی عروس و خانواده ی داماد با همدیگه درگیر شده بود. بودن نیروهای 110 سریعا همه افراد رو آروم میکنن و سعی میکنن تا فضا رو از حالت تشنج در بیارن این وسط اما تعداد افراد زیادی توسط مامورای اداره پلیس دستگیر میشن تا روانه اداره بشن ببینن که موضوع چی بوده و چرا این افراد با همدیگه درگیر شدن مامورا موفق میشن تا این وسط عروس یعنی لیلا و داماد یعنی مرتضا رو هم دستگیر بکنن بله دقیقا این عروسی مربوط به این دو نفر بوده اما طبق گفته های اهالی این مهمونی گویا حضور یکی از پسرها توی این مهمونی با بانی این درگیری شده و حرفهایی که زده منجر شده تا داماد عصبانی بشه و با بشه تا این دعوا به وجود بیاد اما هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده و این وسط خانواده عروس از خانواده داماد و خانواده داماد هم از خانواده عروس و اهالی محل هم از هر دو خانواده شاکی هستند چرا که باعث ایجاد مورد توی محل شدن اما پلیس بعد از اینکه گزارش های اولیه خودش رو توی محل دریافت میکنه و تحقیقات و بررسی های خودش رو انجام میده راهی اداره پلیس میشه و بازجویی های خودش رو از همه افرادی که بازداشت کرده آغاز میکنه تا معلوم بشه که موضوع چیه مرتزا اما در حالی که توی اداره پلیس همچنان عصبانی در اظهارات خودش به مامورا میگه من شروع کننده این دعوا نیستم من نمیدونم اون نامرد کی بود که توی محل مهمونی من حاضر شده بود شدیدا مس بود و از روش بوی عرق می همینطور به ما نزدیک شد و به سمت ما اومد و سعی کرد تا به عروس من و همسرم لیلا دست بکنه منم از این بابت عصبانی شدم من نمیدونستم که اون از طرف خانواده عروس یا خانواده خود ما و سعی کردم با زبون خوش بهش بگم که از پیش ما دور بشه اما متاسفانه به حرف ما گوش نداد حتی به برادرم و پسرم و هم هم گفتم که بیان و این مرد را پیش ما ببرن اما متاسفانه اون به حرف ما گوش نداد و شروع کرد به دست دادن به لیلا همین قضیه هم باعث شد تا من شدیدا عصبانی بشم و به دنبال این ماجرا با اون نامرد درگیر شدم و همین درگیری هم باعث شد تا این اتفاقات بیفته مرتزا میگه اون نامرد توی عروسی من شروع کرد به گفتن این حرفا که گویا قبل از اینکه لیلا با من ازدواج بکنه با اون رابطه داشته و با همدیگه خوابیدن همین موضوع هم باعث شد تا بعد از اینکه من با این فرد توی مهمونی درگی شدم با خود لیلا درگیر بشم و ازش بخوام توضیح بده که دقیقا قضیه چیه و این مرد داره چی میگه متاسفانه اما این وسط لیلا زد زیر گریه و همین گریه کردن اون هم باعث شد تا من متوجه بشم که مثل اینکه حرف های این مرد حقیقت داشته لیلا هیچی به من نگفت و سکوت کرده بود من بعد از اینکه فهمیدم موضوع چیه برادرم به سمت من اومد و به من گفت که بهت گفته بودم که این دختر به دردتون نمیخوره اما به حرف گوش ندادی الان هم دیر نشده و میتونی عروسی رو به هم بزنی منم حالم به قدری بد بود که شروع کردم به فرش دادن به لیلا و خانوادهش همین موضوع هم باعث شد تا خانواده اون هم عصبانی بشن و به من فرش بدن برادرم هم این وسط نتونست تحمل بکنه و شروع کرد به داد و بیداد کردن و این دعوا به وجود اومد مرتضا میگه دعوا از طرف ما نبوده و هر اتفاقی هم که افتاده از طرف لیلا و خانوادهش بوده و ما هم میخوایم بدونیم که دقیقا قضیه چیه و این مرد کیه و چرا توی مهمونی و عروسی من حاضر شد و این حرفها رو زده مرتزا میگه که من میخوام لیلا توضیح بده که دقیقا چه کاری کرده و چرا سعی داره تو موضوع رو مخفی بکنه و مدام فقط داره گریه میکنه من از خانوادهش هم خواستم تا توضیح بدن اما اونها قسم میخورن و میگن که ما از هیچی خبر نداریم و نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده متاسفانه اونطور که مشخصه پلیس توی محل عروسی طی بررسی ها و دستگیری هایی که داشته موفق نشده بوده تا اون فردی رو که مرتضا میگه رو پیدا بکنه و دستگیر بکنه برای همین هم اون توی اداره پلیس حاضر نبوده مامورا اما بعد از شنیدن حرف های مرتضا به سراغ لیلا میرن و از اون میخوان تا توضیح بده که دقیقا چه اتفاقی افتاده و این فرد کی بوده لیلا اما همچنان فقط در حال گریه کردن بوده و میگه که من اون مرد رو نمیشناسم و نمیدونم که کیه اون نامرد فقط اومد توی عروسی من و بهترین شب زندگی من رو خراب کرد منم فقط برای همین دارم گریه میکنم مطمئن باشین اگه میدونستم که اون کیه و چی کاره است حتما بهتون میگفتم و نمیذاشتم که قضیه تا اینجا کش پیدا بکنه مامورا اما بعد از شنیدن حرفهای های همه طرفین تحقیقات و بررسی های خودشون رو در رابطه با این قضیه آغاز میکنه پلیس یه بررسی های دقیقی که داشته متاسفانه نمیتونه تا مدارک و شواهدی رو مبنی بر این که این فرد میتونسته با لیلا ارتباط داشته باشه رو پیدا بکنه برای همین هم بعد از تکمیل گزارش خودش به هر دو خانواده میگه که احتمالا این فرد یا مزاحم بوده یا دشمن یکی از طرفین و سعی داشته تا این عروسی رو خراب بکنه اتفاقا بعد از تکمیل شدن ابعاد مختلف پرونده هم هر دو خانواده و مرتزا و لیلا هم از اونجایی که با همدیگه تا حدودی هم آشتی کرده بودن بالاخره قبول میکنن و مرتزا باز هم با وجود مخالفت هایی که بوده و خانوادهش نمیخواستن تا لیلا به عنوان عروس به خونشون بره اما این اجازه رو نمیده و مجددا لیلا رو به عنوان همسر قبول میکنه و با خودش به خونش میبره این در حالی بوده که مرتزا و لیلا خودشون هم از اون فردی که ازدواج اونها رو به هم زده بوده شکایت میکنن و پلیس تحقیقات خودش رو برای پیدا کردن این فرد آغاز میکنه با این وجود اما مامورا متاسفانه طی تحقیقاتی که داشتن نمیتونن این فرد رو پیدا بکنن چرا که هویت درست و حسابی از این شخص وجود نداشته و متاسفانه توی اون محل هم که عروسی برگزار شده دوربین های مدار بسته در موقعیتی نبودن که بتونن تصویر اون فرد رو ثبت و ضبط بکنن با این وجود اما با گذشت زمان هم هر دو خانواده بالاخره رضایت میدن و دیگه پیگیر این ماجرا نبودن تا اینکه بعد از گذشت سه ماه مجددا اتفاقات عجیب و غریبی توی این خانواده رخ میده دقیقا از زمانی که مرتزا و لیلا وارد خونه خودشون شده بودن بعد از گذشت دو ماه این دو نفر تا حدودی با همدیگه درگیری داشتند و سر و صدای دعواهاشون به خونه های اطراف میرسیده این بار اما گزارش دیگه از محلی که خونه مرتزا لیلا بوده به دست معمورا میرسه و اونطور که مشخصه تعدادی از اهالی محل به دنبال اینکه اتفاقات وحشتناکی اونجا رخ داده بوده با معمورا تماس گرفتن و عنوان میکنن و میگن که یه زن و شوهر اینجا درگیر شدن طبق گفته های گویا مرتزا شدیدن در حال کتک زدن لیلا بوده و همین موضوع هم باعث میشه تا پلیس بعد از دریافت گزارش سریعا توی اون محل حاضر بشه به دنبال این ماجرا گویا نیروهای امدادی هم توسط اهالی محل با خبر شده بودند و اونجا حاضر بودند مثل اینکه وضعیت لیلا شدیدا بد بوده و همین موضوع هم باعث شده بوده تا درگیری های عجیب و غریبی اونجا رخ بده توی بازه ای که پلیس و نیروهای امدادی هنوز به اونجا نرسیده بودن. اهالی محل به دنبال اینکه متوجه شده بودن مرتزا داره خیلی بد همسرش رو کتک میزنه به هر طریقی که بوده وارد خونه اونها شدن و با این مرد درگیر شدن دو سه نفر از مردهای همسایه به هر طریقی که بوده تونسته بودند تا این مرد رو کنترل بکنن و همسر اون رو از زیر دست و پای اون نجات بدن پلیس اما توی همین بازه سریعا به محل مورد نظر میرسه و شرایط رو تحت کنترل خودش قرار میده محلی که این دعوا رخ داده و درگیری به وجود اومده توسط مامورا منطقه ممنوع اعلام میشه و پلیس مرتزا رو دستگیر میکنه و به اداره منتقل میکنه این در حالی بوده که وضعیت جسمانی لیلا اصلا خوب نبوده و اون از ناحیه پهلو و شکم اونطور که مشخصه شدیدا آسیب دیده بوده و یکی از پاهاش و دست چپش هم شکسته بوده این در حالی بوده که طبق گفته های نیروهای امدادی مشخصا اون از حال رفته بوده و باید هرچه سریعتر به بیمارستان منتقل بشه نیروهای امدادی بنا به درخواست پلیس سریعا این دختر رو به بیمارستان منتقل میکنن تا هر چه زودتر اون نجات پیدا بکنه متاسفانه لیلا اصلا وضعیت مناسبی نداشته و به محض اینکه وارد بیمارستان میشه مستقیم منتقل میشه به اتاق عمل تا فرایند نجات اون آغاز بشه پلیس اما توی این بازه توی محل با اهالی صحبت میکنه و ازشون میخواد تا توضیح بدن و بگن که دقیقا چه اتفاقی افتاده احالی هم میگن والا ما نمیدونیم که موضوع چیه و چرا این زن و شوهر با همدیگه درگیر شدن این اولین درگیریشون نبوده و توی این مدت یک ماه اخیر از سه ماهی که به اینجا نقل مکان کردن بارها و بارها با همدیگه جر و بحث کردن و الان نمیدونم که چی شده که کار به اینجا رسیده مامورا بعد از اینکه گفته های اهالی رو یادداشت میکنن مرتزا رو به اداره منتقل میکنن و بازجویی های خودشون رو از این فرد توی اداره آغاز میکنن مرتزا اما توی اداره پلیس حرفای عجیب و غریبی میزنه مرتزا میگه همون پسری که توی عروسی من حدودا سه ماه پیش باعث شد تا عروسی من به هم بخوره معشوقه زنم بوده و من از این قضیه بیخبر بودم و توی این مدت متوجه شدم که داره چه اتفاقاتی سر زندگی می میاد یک ماهی بود که به رفتارهای زنم بعد از ازدواج شک کرده بودم و ازش خواسته بودم تا به هم بگه که اگه اتفاقی افتاده من در جریان باشم و بتونم شرایط رو مدیریت بکنم اما اون هیچ حرفی به من نمیزد و مدام میگفتش که همه چیز رو به راهه و نیاز به نگرانی نیست تا اینکه حالت ها و سردردهای وقت و بی وقت همسرم من رو شدیدا نگران کرد برای همین هم تصمیم گرفتم تا همسرم رو به دکتر ببرم اما اون باز هم ممانعت میکرد ولی من این کار رو انجام دادم و بعد از اینکه دکتر همسرم رو معاینه کرد به هم تبریک گفت و گفت که شما دارید پدر میشید اولش شوکه شدم نمیدونستم که قضیه چیه اما بعد از اینکه کمی فکر کردم متوجه شدم که این بچه نمیتونسته برای من باشه خودم رو نباختم و موضوع رو هم از همسرم مخفی نگه داشتم و تصمیم گرفتم تا یه مدتی اون رو زیر نظر بگیرم که متوجه بشم ماجرا چیه بعد از گذشته یه مدتی هم من متوجه شدم که گوی یا همسرم با فرد غریبه در ارتباط و من حداقل دو بار شاهد این قضیه بودم که اون بیرون از خونه با این فرد در ارتباط بوده کمی دقیق تر که نگاه کردم و جستجو کردم متوجه شدم که این مرد دقیقا همون مردیه که عروسی من رو خراب کرد و به عروسیمون اومده بود و باعث شده بود تا این اتفاقات بیفته بابت همین هم بعد از اینکه از این ماجرا مطلع شدم توی خونه با همسرم درگیر شدم و اون رو شدیدا کتک زدم و اون هم متاسف همه چیز رو به من گفت مرتزا در حالی که گریه میکنه به مامورا میگه که متاسفانه همسرم به من گفت که این نامرد با اون نزدیکی کرده و همین هم باعث شده تا همسرم باردار بشه طبق گفته های مرتزا گویا این نامرد شدیدا به لیلا علاقه داشته و بعد از اینم که لیلا با مرتزا ازدواج کرده از اون دست بردار نبوده و با اصرار و تهدید و زور باعث شده بوده تا لیلا تن به رابطه با اون بده شاید اون از زندگی لیلا دست بکشه اما متاسفانه این اتفاقات رخ داده. مامورا بعد از اینکه اظهارات مرتزا رو یادداشت میکنن به بیمارستان مراجعه میکنن و منتظر این بودن تا حال لیلا هم خوب بشه تا حرفای اون رو هم بشنون. اتفاقا همین اتفاق هم میفته. لیلا با وجود اینکه شرایط خیلی بدی داشته، حالش بهتر میشه و قابلیت حرف زدن پیدا میکنه و به اداره پلیس منتقل میشه. این دختر در حالی که توی اداره پلیس گریه میکنه میگه باور کنید هیچ چیزی تقصیر man is من فقط فدای این شدم که اجازه ندم تا یک نامرد بیاد و زندگیم رو خراب بکنه اما متاسفانه اون با تهدید و زور مجبورم کرد که باهاش وارد رابطه بشم و نهایتا ماجرا به اینجا ختم شد لیلا میگه چه قبل از ازدواجم و چه بعد از ازدواجم سعید مدام پیگیر من بود و مدام به هم پیام میداد و ازم میخواست که اون رو ببینم من با اینکه بهش گفته بودم دیگه متأهل شدم و نمیتونم ببینمش اما تهدیدم میکرد و میگفت اگه نیای نابودت میکنم و همه چیز رو به شوهرت میگم متاسفانه من قبل از اینکه ازدواج بکنم یا با مرتزا نامزد بکنم با سعید در ارتباط بودم و با همدیگه یه رابطه عاطفی رو تجربه کرده بودیم اون اما نتونسته بود من رو فراموش بکنه همین موضوع هم باعث شده بود تا کار به اینجا بکشه فشارها و تهدیدهاش بعد از ازدواجم به قدری زیاد شد که من بالاخره مجبور شدم تن به این کار بدم و به دیدن اون رفتم اما متاسفانه اون کاری که نباید رو انجام داد و من رو به خونش برد و مجبور مجبورم کرد تا همراه با اون مشروب بخورم سعید یکی از اخلاقهای بدی که داشت این بود که مدام مشروب میخورد و همین هم باعث شده بود تا من ازش فاصله بگیرم این بار اون من رو مجبور کرد تا خودم هم همراه اون درگیر مصرف الکل بشم متاسفانه همین اتفاق هم افتاد و توی همون بازه که ما مس بودیم سعید نامردی کرد و با من نزدیکی کرد و همین نزدیکی بی ملاحظه و بدون رعایت هم باعث شد تا من باردار بشم اوایل خودم هم نمیدونستم که بار دارم اما بعد از اینکه به دکتر رفتیم متوجه این قضیه شدم و گویا همسرم بهم هم شک کرده بود با وجود اینکه بهش گفته بودم بچه برای اونه اما دنبال این بود بدونه که موضوع چی و چه اتفاقی افتاده و نهایتا هم به همه چیز پی برد متاسفانه با توجه به اینکه مرتزا مدام به شکم لیلا ضربه زده بوده دکترها توی گزارش خودشون اعلام میکنن که بچه ی توی شکم لیلا سخت شده و دیگه نمیشده کاری کرد با این وجود اما لیلا توسط مامورا به پزشکی قانونی منتقل میشه تا آزمایش ها بررسی ها انجام بشه و مشخص بشه که آیا این فرد واقعا به مرتضی خیانت کرده بوده یا نه پزشکی قانونی هم طی این مدت طی آزمایش هایی که انجام میده متاسفانه تایید میکنه که حرف های هر دو نفر حقیقت داشته و لیلا به مرتضی خیانت کرده بوده و با سعید درگیر یه رابطه یه جنسی شده بوده با این وجود اما حالا مامورا با توجه به اینکه مشخصات سعید رو داشتن و لیلا هم به همه چیز اعتراف کرده بوده طی عملیات اطلاعاتی موفق میشن تا این فرد رو در حالی که توی خونه ی خودش مخفی شده بوده بازداشت بکنن و به اداره منتقل بکنن سعید هم توی اداره پلیس بعد از اینکه متوجه میشه همه چیز لو رفته اعتراف میکنه و چیزی رو انکار نمیکنه میگه که من حتی حاضرم در حال حاضر مرتضی لیلا رو طلاق بده و من دادن با اون ازدواج بکنم و چنین خواسته ای دارم مرتزا اما با توجه به خیانتی که زنش انجام داده و ثابت هم شده از هر دو نفر شکایت داشته و مامورا بعد از تکمیل پرونده پرونده رو با توجه به وجود همه شواهد و مدارک به دادگاه میفرستن. جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه. قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو مشاهده میکنه و بعد هم از سعید میخواد تا حرفهای خودش رو بزنه. سعید اما در اظهارات خودش میگه من و لیلا از خیلی وقت پیش با همدیگه علاقمندیم و من به هیچ عنوان نتونستم اون رو فراموش بکنم. اون روز هم بعد از اینکه لیلا رو به خونه بردم با همدیگه نشستیم مشروب خوردیم و اعتراف میکنم که با همدیگه نزدیکی کردیم و بچه ای که توی شکم اون بود برای منه همین حرفها اما باعث میشه تا مرتزا شدیدا عصبانی بشه و توی دادگاه به سمت اون یورش ببره با این وجود قاضی پرونده اما همه طرفین رو آروم میکنه و نهایتا هم بعد از بررسی شواهد و مدارک موجود همچنین گزارش پزشکی قانونی حکم خودش رو صادر میکنه لیلا و سعید به اتهام عمل زنا هر دو محکوم به اعدام میشن این در حالی بوده که مرتزا هم به اتهام ضرب و شتم لیلا محکوم به پرداخت خسارت و سه سال حبس میشه اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه خانواده لیلا وکیل میگیرن خانواده سعید هم وکیل داشتن و هر دو وکیل اعتراض میکنن و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده میشه نهایتا هم طی تلاش های فراوانی که صورت میگیره حکم اعدام این دو نفر میشکنه و اون دو نفر فقط به 100 ضربه شلاق محکوم میشن عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای کارگریه که توی خونه کار میکنه و این وسط به دنبال اینکه حقوقش داده نمیشه با قد داره به جون اون خونه میافته و اتفاقات وحشتناکی رو رقم میزنه رو تماشا بفرمایید